سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه دوستانه که بیننده برنامه در امتداد روز هستین این آرزو دارم که شما جور و سعتمند باشین و ما هم بنام یاد خدا برنامه امروز خود را آغاز میکنیم با موضوعات مختلف در برنامه در خدمت شما ایزان قرار داریم و امروز مهمتر از همه صحبت هایی که همه روزه می داشته باشیم پانزده همه اکتوبر مصادف از بر روز جهانی اصای سفید روزی که روشندلان جهان تراوت پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند و در این روز روشن زمیران فریاد می ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس میکنیم ما حتی میتوانیم با همین چشمان به ظاهر بسته خویش در زلال شعور و صفای فطرت خدایمان جلال و جمال حضرت حق را بنگریم و با احترام به قشر روشندل و به بهانه تجلیل از این روز و شنیدن دردها دستاوردها و چالشهای اینان دوتن از جوانان روشندل به برنامه در امتداد روز دعوتشان کردیم در اول بر شما ایزان سلام تقدیم میکنیم و وحید جان نیازی در برنامه با ما هستن نسار احمد کامیار سلام بر شما و این روز براتان از صمیم قلب مبارک باد میگیم بسم الله الرحمن الرحیم ما هم سلام تقدیم میکنم به شما و همه دوستانی که بیننده و شنونده برنامه زیبا شما در امتداد روز هستن با امید که باشن و پای تلویزیون نشسته و برنامه را با خوبی خوشی دنبال کنن سلام از زنده باشین مسار بخدا تمچنان ما هم مهم مهم برای خیم خیم؟ سلام تقدیم میکنم به تمام شنونده ها امیدوارم همه دارای هم صحت باشن و لباس عافیت به داشته باشن سلام زنده باشین خیلی خوشحال هستیم که امروز شما دو عزیز را در برنامه داریم و میشه بر ما در اول بگویین که چی احساس دارین که در مثلا در امروز را برای شما یک روز خاص هست و در این روز از شما مثلا از امروز تجلیل شد و از کارکردهای شما و برای شما وعده های سپرده شد شما چی احساس دارین که یک روز را در شما در افغانستان به نام عصای سفید داریم و این روز تجلیل از کارکردهای شما خب روز جهانی اسای سفید بهتر از بگیم یک روز بین المللی است که از طریق سازمان ملل و شورایی که نابینایان بودن یا این روز ساختن و امو ماده هایی را که ساخته بودن و قطنامه که ساخته بودن بنابراین امو روز احسای سفید نامگذاری شده و این روز احسای سفید یک روزی است قبلا ما داشتیم روز پانسیزده اکتبر یا چیز کمتر از که روز دادخواهی افراد دارای ملولیت بود اما این روز روز حسای سفید روز تجلیل از حقوق و بازگوی از حقوق نوبینایان و کسای کسای سفید بعد از داره و جهت حمایت از اونا این روز ساخته شده و این روز در تقویم اقتداد زیاد از کشورها و تقویم سازمان ملل متحد این روز جای داره بنان ما بسیار احساس خوشی میکنیم که از یاد از نوبینای میشه اما خواهشمان از این که روز همیشه وقت یاد شوه چون و بقیه دیگه جامعه هم بلاغ شوه تا خارج از بیشتر از یک روز باید بالا اینا کار صورت بگیره <تصفح> دقیقا نصار جان میشه بر ما بگوین امروز تا یک مراسمه که در ریاست اجرایه برگزار شد و بر شما دو عزیزم در اونجا اشتراک داشتین وعده هایی که برای شما سپرده شد میشه یاد بله در ریاست اجرایی حضور داشتیم دکتر سایب عبدالله هم حضور داشتن وزرا هم بودن خب وعده هایی که سپرده شد من جمله روز احسای سفید در تقویم جایگزین میشه و وعده که گفتن توانایی دولت او بر شما سپرده میتونیم وعده است که در بانک ها شما میتونید خیلی با آسانی و راحتی حساب باز بکنین و بسیار راحتی میدان که پول خود را جایگزین بکنین خبران چون وکیل آه. نیاز بود بندن. بله مهم. در گذشته وکیل نیاز داشتیم اما فعلا میت... وعده میسپارین که بر راحتی شما حساب بانکی داشته باشین اینی وعده است که فعلا به شما ما... وعده میتون گفتن که امی عملی میشه مهم. اما وعده های دیگه که شما میگین مثل مدبی خط بریل افتتاح و و اهداف دیگه که شما دارین در رستن به اهداف شما ما ف... ما شما را فعلا آمکاری کرده نمیتونیم همون وعده ای را گفتم ما فعلا امور را خب به با خاطر صحبت ها اونا گفتن که ما در که این نزدیک پلان میگیریم که <تصفح> بالا اینا عملی برای اقتداش عملی کنیم اما اقتداش مثلا ما <تصفح> در قسمت حقی اخ... امتیاز معلولیت که خ... از وزار... <تصفح> قبلا از طریق وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت میشد و فعلا از طریق وزارت دولت در امور معلولین و شهدا که پرداخت میشه اونا گفتن این تبعیض که است ما فعلا نمیتونیم از اونیم هر چیزی که است تحت امکانات دولت باید به با شما فراهم شود مهم. و وعده هایی که ما داشتیم می بود که سهمی باید با نوبینا سهمی بورسیه داشته و زمینه امکانات و تحصیلات بیشتر فراهم شود بر اونا بیشتر بای انسان ها باید افراد مالیات حق و خوش رسمیت بشناسن خوب از فعالیت ها اونان گفتن قسمان یا گفتن همکاری میکنیم قسمان گفتن داینده نزیق نزدیک قسمان داینده دا دور اما تلاشای خود نظر با امکانات دولت انجام میدیم وحید الله جان فیلن از امکانات که شما دارین به امکانات که شما دسترسی دارین برای ما که چقدر راضی هستین و چقدر میتونین که زندگی عادی و راحت داشته باشین. بله. از امکاناتی که ما فعلا داریم البته باید دیره تصیب سازم که در افغانستان چون باید به با همه دوستا آشکار شود که در افغانستان در چند شهر مهمش مثل مزار شریف، هرات، قندهار، امه. شهر کابل و بعضا شهرهای دیگه بعض مراکز و به قالب مکاتب ایمار شدن به نام لیسی مسلکی نابینایان یا لیسای نابینایان در ولایات که اینا قسمان در کابل مدار مزید در ولایت مزار شریف هرات و قندهار جای است و همچنان قسمت های دیگه که فیران نامار دقیش پیشم نیست اما در چند شهر مهم افغانستان لیسه مسلکی نابینای نجات شده کی بسندن است فعلا تحت آمار که بسندن قرار گرفته حدود نیم میلیون یا یک میلیون یا بیشتر از تقریبا حدود یا بیشتر از اون یا نزدیک به یک میلیون نوبینا ما در افغانستان داریم که امکانات بسیار کم است در لیسی مثلا کی نوبینایان شهر کابل فعلا 220 شاگرد و بیست شاگر هم بیشتر از, از, از حضور داره که یک آمار بسیار کم است نسبت به فیصدی اما خوشبین هستیم به باید دولت حمایت کنه و این لیسر انکشاف و در نه نواحی دیگه شهر کابل و همچنان ام. امکانات تحصیلاتی برای اینا فراهم بسازن که بتونن بیشتر شاگرد جذب کنن و از باعث تربیه شدن شاگرد چون و شاگرد از جایی که قبلا انگیزه بود که شاگرد فقط یادم مسجد باشه در خانه باشه یک ذره پا, پا و پا فراتر بگذارن و به جهت رشد انکشاف افراد نادرای ملولیت بینایی یا ملولیت حسی اینا هم کنن و فعلا امکاناتی که فعلا خب لیسی مثلا که نوبینایان استادان تقریبا دو سای شاگرد داره حدود نزدیک به 50 شاگرد داره، استاد داره همچنان امکانات دیگه از در سمیه ها بر پنتون کابل بر نوبینان چون سمیه مشخص نشده اما نظر به استاد تواناییشان اونا میتونن از پانزه که قابل استفاده از بر نوبینا استفاده کنن مانند ادبیات و بعضی پانزه که قابل استفاده از بر اونا همچنان از خود پنتون کابل و جای دیگه که شاگردان قبلا رفتن دانستن حتی ما ماستر داریم در دا بخش نابینایان خدمات تکنولوژی خیلی فرام شده که ما حمایت دولت هم میخواییم که برای فرد معلول و, و مخصر که حسی یا نابینایان بیشتر باید تلاش صورت بگیره در قسمت تکنولوژی مرنه از کتابخانه کتابخانه جهان قراردار سوید بگیره یا مثل که کمیتی دادخواهی از حقوق بشر همکاری در همکاری با خود دولت و همچنان خود اینجا تانستن یک کتابخانه را رو بسازن که خیلی موثر است اما ظرفیتش کم است باید بسیار زیاد ساخته شود. تا حال از این کتابخانه استفاده است رویت افتتاح شده البته تاریخ چند روز پیش این کتاب خانه افتتاح کتابخانه در این دو روز نزدیک افتتاح شده بر بار اول در خود مرکز حقوق بشر ای کتابخانه افتتاح شد به خاطر که اوج وزیر صاحب وزیر داشتن ای وزیر صاحب کرد افتتاح کردن و خدماتی که کتابهای بریل و معلمین مسلکی در هر نوایی باید باشه که شاگردان را اونها تربیت و همچنان بر خانواده ها و افراد جامعه آگاهی داده شود حتی یکی از مزومینی که در مکتب از باید تدریس و با افراد جامعه را با شاگردان معرفی کنند که اگر روز با فرد معلولی روبرو میشن فرهنگ سازی صورت بگیره باید تلاش ها باشه که با فرد معلول وقتی یک کسی روبرو میشه چی اکس الامل نشان میده چقدر اونها را همکاری کنه در درس ها و همچنان در خود قسمت امکانات اگر فرد معلول میدونن چی کمکی با اون انجام دادن میتونه دولت چی مکلفیت داره و مس مسئولین چی مکلفه داره حتی هر فرد ما میتونیم مسئول شما چون که ما خاص ما میشه از مردم بوده که مردم است که جامعه را ساخته و جامعه است که مردم را ساخته بنابراین ما از مردم زیاد توقع میکنیم که مردم باید فرهنگ سازی صورت بگیره یک کسی که معلوم بوده اشخاص دیگه جامعه را با خبر بسازه معلومات حاصل کنن اینا دا مجلیت را دارای مسئولیت به اونها معرفی کنن انگیزه معرفی کنن چون قبلا غلط فهمی بود یا سوء تفاهماتی بوده که افراد نابینا را زیادتر سهم نمیدند در برخی موارد یا در بعض موارد و یک های خودم از دوستای دیگه هم دیدم که همیشه باید نابینا را بروز بتند در جامعه به شکل از اشکال که این تاثیر بگذاره که فعالیت مستقیم نوبینان در جامعه نشان میده که نوبینان نوبی هم عضو از جامعه است و باید این جامعه سهم باشه شما مثل همه اقشار جامعه حقوقی حق یکسان در اجتماع دارین نصر احمد جان میشه شما بگین که متعلم هستین و حالا در حال درس خواندن هستین از امکاناتتون بگین از یک ای که چگونه با شما رویه صورت میگیرد و در کل چقدر راحت هستین متعلم ف 12 هستم امکاناتی که اختیار ما قرار داره نو اراده هست <applause> به خاطر که از لاین ها متفاوت است شاگردان هم میبرن مکتب از مکتب به خانه برای ختم مسیر و همچنان غذای چاشت بر مهیا هست که ساعت ساعت 8 و 20 الا بیست کم مکتب هستیم امکانات و همچنان پرنتر در اختیار ما قرار داره که کتاب های ما بده مکتب خود مکتب چاپ میشه از نصاب بینایی به نصاب بریل اینطور امکانات فیلن در اختیار ما هست <applause> اما از رضایت اگر بگوین نمیتونم بگویم رضایت نداریم <applause> رضایت داریم متاسفانه که امکانات که فعلا در اختیار ما قرار داره <applause> ما اکتفا به این نمیکنیم <applause> باید یک توجه دولت معطوف شوه و یک کمک توجه خود داشته باشن و رضایت نسبی داره اما از نگاه رفتار آمر مکتب تا کوچکترین عضوی مکتب با ما باور بکنیم که دوستانه مهربانانه و طرحم آمیز نیست نگاه حمایت آمیز دارند و احترام واقعی خیلی خوب است و میشه برای ما بگویم که در گذشته ها وقت وعده های برای شما سپرده میشد که برای تان کار صورت بگیره در همه موارد کالا شما دخیل در اجتماع هستین و مثل همه اخشار جامعه شما هم حق حقوق دارین یک با ما یک سان هستین چقدر به او وعده ها مثلا تحقق پیدا کرد و چقدر اونا را عملی کردن و چقدر برای شما مفید واقع شد بله در قسمتی که قبلا در افغانستان از سال 1943 یا نزدیک به اون تقریبا چهار ده یا پنج همهشه که مسکی نوبینا نجات شد و بعد این انکشاف کرد به ولایت دیگه که بعدا ولایت دیگه لیسه ساخته شد ابتدا ما معلولیت نداشتم بعدا این معلولیت معلولیت ما اقتصابی است در قسمتی که وعده هایی که صورت گرفته برای در مجموع باید وعده ها به تمام اخشار جمع صورت بگیره نه تنها اما خب این هر قشر محدودیت ها و همچنان هر قشر البته یک سلسله امکانات و نیازمندی های داره که جامعه باید دوی برش مرفوع بسازه و امراش همکاری صورت بگیره بنان در قسمت ای که چی وعده های بر نابینان صورت گرفته بود از اون جمله در بخش حمایت که باید دولت از نابینان حمایت کرده مثل کشور دوست، کشور ایران، همچنان سایر کشورها، کشورهای اروپایی یا جهان اول که بیشتر با نوبینان همکاری صورت میگیرن ما البته طبقه صد فیصد نمیتونیم داشته باشیم از ما اشخاص مسئول که به او اندازه بر ما میتونند فرام چون افغانستان یک کشور خودش جنگ زده و کشوری است که درگیر جنجال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امثال این هاست متاسفانه به او شکل که ما توقع داریم از جهان از اول ما نمیتونیم که فعلا در افغانستان او را پیاده بساریم. اما این باید نسبتا قدم به قدم و وقت با وقتی باید انجام شود و کم کم فرهنگ صورت بگیره از جمله وعده هایی که صورت گرفته بود این بود که باید حق امتیاز نابینان تبیز از بین بره همچنان باید بر امکانات هم از ذکر هم از ایناس از بر خود باید امکانات بسیار خوب فرام شود و امکانات تحصیلی تعلیمی کی بسنده نیست شما فرض کنین تقریبا در یک شهر که در کشور که 400 500 هزار یا زیادتر از اون وجود داشته باشه اما شاید نسبتا نهایتا نهایتا بر 2000 الی یا کمتر از اون نوبینان امکانات تحصیلاتی فراهم باشه شما اسم میکنین که چقدر تعداد زیاد و چقدر تعداد انبوی از این نوبینان متاسفانه به سرنوشت میمونه بسیار زیاد است اما این وعده های حکومت که صورت میره خدا میربان است انشالله که حکومت در فرصت خوبی و ده ها همکاری که قطنامه که ساخته شد که از جمله بورسی های تحصیلی بود و خود امکانات اقتصادی بود امکانات مالی امکانات فرهنگی و همسال اینا که امروی نوینان بتوانند همکاری داشته باشند و این ما فقط نمیتونیم از یک فرد خاص تا به خدا باشیم از همه اقشار جامعه و از همه افرادی که در این جامعه زندگی میکنن ما این تا به داریم اما به طور خاص اگر از دولت باشه اونا تلاشای خودم میکنن اما درگیری درگیری هم دارن باید اونا ما از اونها توقع داریم بالاخره هر بر شکلی که هست مثل سایر افراد جامعه ما توقع داریم اما اونا باید کاری انجام بدن آها ان شاء الله که بریم انجام بدن بله آها ان که مشکلات شما از هم رفع شود, شود. حالا مستر جان میشه بر ما از مشکلاتی که شما دست پنجه نرم بر ما یادآور شوین که نابی... نابی... نابینایان در کل کدام مشکلات را دارن در اجتماع افغانستان متاسفانه که رفتارهایی که ما واکن توقع داریم او رفتارها همراه نابینایان در اجتماع نمیشه <applause> یعنی به شکل متاسف هستم که در نوشته های شخص خودم هم نابینا را انسان معرفی نکردیم <applause> چرا در جامعه فعلی اکثریت افراد چون به دلیل عدم آگاهی از مقام واقعی نابینا و شخصیت واقعی نابینا عدم آگاهی داره یک موجود اضافی حساب میکنن ایره در نوشته های خود آوردیم و بسیار احساس بد ما امین است اگر اینی مشکل حل شود نابینا مثل بینا در یک خط استاد شوند و به خاطر رسیدن به هدف مشترک دست به دست هم بتن واقعا فکر می کنم که افغانستان را که در قلب ها آرزو داریم که واقعا اون افغانستان جور ام جو شود امون افغانستان جور میشه انشاله. مشکل ما امی هست انشالله که این مشکلات شما ایزا رفت شود مم. و وحیدالله جان میشه خواست تا از دولت بیان کنی که حالا خودت متعلم هستی در آینده بخیر شما آرزوی از ایره دارین که معسل در رشته دلخواه خودتان باشین و فارغ شوین بالاخره لسانس و ماسریتان هم بگیرین و یک شخص مفید در اجتماع واقع شوین میشه خواسته خودت بگیی و همچنان بعدش هم نسار بله. در قسمت خواسته ها اومدیم قبلا گفتیم ما متاسفانه از لحاظ مشکل داریم در دا افغانستان از لحاظ اما از افراد مسئول و مکلف که باید بعضی کارهای را انجام بدن ابتدا فرهنگسازی صورت بگیره فرهنگسازی صورت و, و به شکل صورت میگیره که باید بستر فرهنگ بسازن و فرهنگسازی صورت بگیره آگاهی آمر بلند ببرن افرادی که با افراد اشخاص نابینا روبرو میشن چی امکانات به اونا فراهم میتونن چی از نگاه چی کلامی باشه فیزیکی باشه چی از هر لحاظه که باشه چی امکانی داره برای اونا فرهم ساخته میتونن همچنان نگفتن باید گذاشت که بسیار کسایی هست که متاسفانه از تحصیل تعلیم و تا از خود که امکانات که نابینا فیرن استفاده میکنن من حیثی یک جوانی که من خودم با تکنولوژی دسترسی دارم ها. همچنان تحصیلات خیلی دارم چند جای درس, درس میخوانم من حیثی که من خود ما هستم یا ورزش میکنم کم کم میخوایم با به یک شکلی از اشکال خود بروز بدم که به خاطر باشه که فرهنگ سازی صورت بگیره دیگه کسا من حیث یک نماد من یک گلگو کسی بلاخر افراد دیگه هم تشخیص تشویق شوان افراد تفلایی که دارن اونا را مجازه بتن که بیان درس بخورن که فرهنگ سازی باید فرهنگ سازی صورت بگیره و این تنام مسئولیت من است این هر فرد میتونه انجام بده و بسیار خوب است همچنان در قسمت حمایه مالی، حمایه معنوی و همچنان حمایت اجتماعی فرهنگی از هر لحاظ میتونن حمایت کن ما طرفداری این نیستیم که فقط حمایت اقتصادی باشه و هر کس برای که افراد نوینو حمایت اقتصادی تو حمایت معنوی هم میتونه با یک لبخند با یک صحبت چون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که بهترین صدقه لبخندی است به صورت مومن با یک لبخند هم میتونیم دل کس را بدست بیاریم اینا بیشتر میتونن نه که با تمسخر یا با دروغ یا امثال اینو اما بسیار خوب میتونن که بسیار راه های ساده واضح و روش های بسیار آسانی هست که بتونن جامعه را از خود کنن افراد نابینا و سایر افراد دارای معلولیت همچنان با اینا کم کم نظر به توانه امکانات فراهم بسازن فرهنگ صورت بگیره جای زیاد باشه نوبینای نه بالاخره در جامعه نقشان واضحه بسازن که چی است تا حالا بسیار کسا از بسیار موارد کوچک اتا خانواده اجتماع از کوچک گرفته از خانواده گرفته الا کوچه و اجتماعی بزرگتر و بزرگتر تا زیاد بروز ندارن نوبینای بروز نشدن ام. که باید این مسئولیت مقام های دولتی است و مسئولیت حکومت است همشان روشن فکران این جامعه است که بیشتر تلاش کن ما قبلا خودم امروز یکی از ما البته یکی از شوراهای اجتماعی کار میکنم که شورای اجتماعی نایه پنج است همراه اینا در ارتباط هستم و تا فعلا در کمیتی فرهنگی بودم یک مدت که همراه ناشناشیم در کمیتی فرهنگی است و تلاش ما اینمیست که فرهنگ فرهنگی که از بین رفته او را دوباره زنده بسازیم فرهنگ ما که متاسفانه متاسفانه دچار اختشاشات شده او را دوباره حل بسازیم اصلاح بسازیم و مردم نشان میدن ما چه تاریخ عظیم داشتیم یک از همکاری ها و جناب خود رئیس های با آقای انوار افشاری که بسیار شخص نیکستان هم را ما همکاری دارن در این قسمت بسیار ما را ساختن همکاری کردن فعلا هم خود رئیس های با پشنها که بتونیم یک کمیته را مخصوص نوبینان بسازیم ما که من به ما کردن و من بازی رفتم را در این نزدیک ما شخصا خودم تلاش میکنم و حمایت دولت هم میخوام در این قسمت که باید ما را حمایت کنن که تمام افراد نابینایش البته صد فیصد اما یک مقداری را که ما میتونیم رشد بدیم همراه ما همکاری کنن ان که شما موفق باشید نثار میشه خودتم خیلی کوتاه خواست نمونه بزرگی از حمایت دولت امروز بود 15 اکتبر در ریاست اجرایه تجلیل میشه اساس سفید ای سابقه نداشت مم. و میخوایم دولت با این تجلیلش اکتفا نکنه و امین طور دست ما را بگیره در کنار ما باشه و به واقعیت درونی ما احترام بگذاره و در راه رسیدن به اهداف ما ما را حمایت بکنه سلام از زنده باشین خیلی خوشحال شدیم که امروز شما را در برنامه داشتیم انشالله که خواسته های شما ایزان مسئولان شنیده باشند و با توجهی جدی برای شما داشته باشند بله و از همه دوستان ما تلاش میکنم همه دوستایی که از این تریبیون صدای مرا میشنوند بسیار رفع می از اگه فرصت داشته باشین یک لحظه که اونا بیشتر تلاش کنن زحمت بکشن به خاطر تحصیلات علم ما به خاطر خواستیم نصر احمد دوست بسیار خوب مثلا در برنامه خواستیم باشه یک نصر خیلی زیبا داره علم که او را بس بدن شاید بتونه به شما ایراه کنن اما تلاش می هر فرد هر جوان افغانی که هست میگن چونچمی که در پای علم باید گدا که به علم نتوان خدا را همه ما داشته باشیم معلومات داشته باشیم علم داشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم هیچ کسی نمیتونه ما را ضعیف بسازه بزرگترین سال و بهترین سال برای جوان مسلمان متقی و همچون نگفغان و واقعی امی علم است که علم میتونه ما را به بسیار مرتبه بلندتر بسازه برسان و ما را علم میتونه ما را پیشرفت بده و می خاطر پیام بر هر دختر افغان جواب بس بسر افغان چی طفل باش جوان باشه و حتی درس که هنسالی فقط یک جلد کتابی رو مطالعه کنه که بهترین به نظر بهترین انگیزه است برای اونا که نه تلاش کنن من شخصا خودم متعلم هستم نسار جان متعلم است ما در پالی که دوست هستیم همکار هستیم سنفی هستیم همچنان قسمان ارتباطات داریم <applause> چند جای دیگه من درس هم میخوانم حتی از خود های اجتماعی مطالعه میکنم و دوست دارم که همه دوستای ما اهل علم باشه موفق باشین سلامت باشین که در برنامه تشریف آوردید تشکر از میمانان خیلی خوب ما که امروز در برنامه تشریف آوردن ما همیان برنامه کوتاه میگیریم در ادامه برنامه زود میگردیم